قسمت دوم برنامه ما یک مهمان عزیز داریم، یک بانوی، دلم نمیاد بگم یک بانوی سینماگر، چون ایشون فقط یک خانم فیلمساز نیستن، یک فعال در حوزه اجتماعی، سیاسی و کلا درباره کل مسائل جامعه نظراتی دارن که همه این نظرات قابل تأمل و قابل تعمقه. سکا خانم منیژه حکمت امروز افتخار دادم و مهمان ما در آبان هستن. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین. سلام خانم نامدار عزیز، قربون شما. من سلام میکنم به تمام بینندگان برنامه آباد. خوشحالم در خدمت شما متشکرم. و یک رابطه بدون واسطه داریم با مردم خوبمون، مردم سرزمین ایران عزیز. به هر حال این کشورمون همیشه عزیز، هر چند هواش اینقدر وحشتناک آلود است و امیدوارم که در آبان سالهای دیگه هوای ما اینطور نباشه. به مسئولی یکم فکر کنن. کلمه به نام پیشگیری است که پیشگیری. خانم حکمت، شما دوست دارید به چه عنوان بشناسنتون؟ یک کارگردان، یک تهیه کننده، یک فعال زنان، یک شهروند ایران. اول من یک شهرونده. دو تا فرزند دارم. بعد سینماگرم، بعد فیلمسازم. کلن قور زیاد بزنی؟ قور نیستش، ما قور نمیزنیم. ما یه اعلام حقوق اولیه یعنی که معترض، این در واقع معترض به رفتارهایی که ما رو به عنوان انسان، کرامت انسانی نشناسن و اون حقوق ما رو زیر پا بذارن. خب حقتون به عنوان زن چی؟ به عنوان یک بانوی خانوی که تو این مملکت داره زندگی میکنه؟ به من حقم به عنوان یک زن میگیرم. آفر. من اصلا نمیذارم حقم بخورن تا اونجا که بتونم. طرف. اگرم نتونم اعلام میکنم. خب پس برای اینه که شاید میگن که شما آدم معترضی هستین. شما وقتی که حقوقتون رو اونجوری که دلتون میخواد مطالبه نمیکنید، اعتراض میکنید. مطالبه میکنم، اونا نمیدن. نمیدن. بله. کیا نمیدن؟ من حقوقم میشناسم. کسی که روبروی منه، مسئولینه. وقتی حقوق منو توی حرفم، شغلم، در جایگاه مادر، در جایگاه شهروند، در جایگاه یک فعال مدنی، خب معترض میشم. این حق طبیعی منه، من فراتر از قانون حرکت نمیکنم. یه سوالی، شما به عنوان یک خانومی که خب کارگردان سینما در واقع میشناسنتون، حداقل بدنه جامعه اینطوریه، سالهاست فیلم نمیسازین؟ ببینید، در به حال من در سینما دو تا شغل دارم. من هم تهیه کنندم، هم کارگردان. تهیه کنندگی شغل منه و مدام دارم فیلم تهیه میکنم، حالا بر اساس نیاز جامعه و یک روانشناسی و مردم شناسی هم تاثیر داره که تو چه برهه‌ای، چه مقطعی، چی بسازم. ولی کارگردانی دغدغه منه. من باری به هر جهت کارگردانی نمیکنم. خب این همه دغدغه که شما دارین و این همه اتفاقی که داره دور و برم میفته، هیچ کدومشو ارزش ساخته شدن ندارم؟ ببینید، جفت پا نمیشه وارد مسائل اجتماعی بشی. جفت پا بپری وسط تا بگی که حالا من میخوام فیلم اجتماعی بسازم. منشعب از سینمای اجتماعی، مردم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و تموم اینا رو در بر میگیره و این از دیدگاه خودت میاد مخلوط میشه و میکس خوب باید در بیاد که بتونه اثر گذاری رو داشته باشه. یه سوال برسم اگه دوست نشین جواب ندید. فیلم فروشنده رو دوست داشتین؟ من ندیدم. نهید این فروشنده رو؟ چه جالب. کل آثار آقای فرادی رو، آخرین آثارشون که دیدین؟ چرا بقیه رو دیدم، فروشنده رو نهیدم. آثارشون دوست دارین؟ اجازه بدین نظر ندید. نگفتم اگه دوست داشته باشید نظر بدید. بسیار خوب. خانم حکمت، یه موضوع، فیلم زندان زنان شما یک اثر ماندگار شد. یعنی شاید تاریخ در آینده دربارش اظهار نظر کنه و نسل‌های بعدی. اون فیلم موقعی که داشت در واقع ساخته شده و آماده شده بود، خیلی به سختی پروانه نمایش گرفت برای اینکه در واقع مردم همه این فیلمو ببینن. دلیلش چی بود؟ آیا این فیلم یک فیلم سیاسی است یا یک فیلم زنانه است؟ خیلی من اذیت شدم و یک مدت لرزش دستای من سوقات اون دورانه. چه سالی دقیقا بود؟ یادم رفته، سعی میکنم فراموشش کنم. فکر میکنم در دوران اصلاحات بود. 70 80 بود. بله، دوران آقای پزشک. اینقدر بیمهری من دیدم، به قدری آزار دیدم و به قدری اذیت شدم که یعنی به مرحله منو میخواستم برسونن که من بگذرم از فیلمم و
و این فیلم رو نابود کنن، علتش هم نمیدونم چرا، واقعا نمیدونی؟ واقعا نمیدونم چرا. ببینین، یا من مسئولم در قبال جامعه یا مسئول نیستم. خب یه مقطعی از کشورمون تو زندان من میبینم، تمومش بر اساس تحقیقات بود. حتی مسئولین زندان باورشون نمیشد که من بازیگر آوردم و فکر کردم من زندانی ها استفاده کردم. وقتی زندان ایران میره به سمت جوانگرایی، وقتی قانون اصلاح تربیت رو میبینی، وقتی این همه جرم میبینی، وقتی یک کنیم آمار خودشونه، حتی اقل یک میلیون شصت نفر معتاد ما داریم، فحشا آمار جدیدشون باز، و این همه ناهنجاری ها که مدام اشغالمون رو دوست داریم بدیم زیر فرش، و این فرش اومده روی زباله اومده بالا و میپوسه از زیر، میدونی اون فرش تموم این گرام میپوسه، ای آشغالا رو ندیم اون زیر. و این مسئولیت من بود که هشدار بدم. من یادم همون زمان اکرانش رابط عمومی قوه قضاییه، یک دوستی با من زنگ زد، میگوش که یه مدت بعد از اکران گفت آمار اومده پایین و ما نم خب اعلام کنیم، گفتن نه نمیشه اعلام کنیم. یعنی دوچار اینقدر سوء تفاهم ما داریم به عنوان یک کاری کردم به عنوان یک شهروند تو این کشور وقتی زندگی میکنی، رفع این سوء تفاهم یک توانی میخواد که ابر زن باید باشی یا ابر مرد، میدونیم، وگرنه مدام باید دست پنجه نرم کنیم با این سوء تفاهم هایی که نمیدونیم از چه ذهنیتی میاد. چون مدیرای سینما با سلیقه‌های خودشون هر کدوم تفسیر میکنن فیلم میسازه، یک تفسیرایی به تو میدن که اصلا به ذهن تو خطور نکرده و باید پاسخ ذهنیت یک مدیر فنی بیمار رو بدی، مدام با نابودت کنه سرمایه تو، زندگی تو، اعصاب تو. بیمار یعنی بیماره. وقتی که یک فیلم میبینه برای خودش یک ذهنیتی میسازه از هر کلمه ای، این بیماریه، این از دانش علم نیست. خب خانم حکمت یه سوالی، این همه خانومی که در واقع فیلم میسازن، فیلم بازی میکنن، خیلی هم معترضن، خیلی هم مطالباتشون میشناسن، بالاخره جز طبقه الیت جامعه تا حدودی محسوب میشن، چرا ما یه کمپین از خانوم ها نداریم؟ چرا خانوم ها با هم دیگه جمع نمیشن با هم یک گروه تشکیل بدن و از حقوقشون دفاع بکنن؟ ببخشید اینو میگم، چرا بعضی وقت خانوم ها با هم بدن؟ ما سینماگرای زن، اینو خیلی با صدای بلند میتونم بگم، در مقابل نگاه جنسیتی به ما واقعا ندارن در شکل مدیریتیش و اینکه به کارگردان مرد برتر از کارگردان زن است. ناشاد ما بیشتر بعض وقتا حقمونم میگیریم، من نیست واقعا، ولی خب اون شکاف عمیق جاییه که خودی و غیر خودیه. اون کسی که فکر منو میسازه مدیر فرهنگه، میگه برای من ارجای امکانات مال اونه، شما فکر من نمیسازید چون خودتون فکر دارین، خب امکانات هم ندارین. اینجاست اون تفاوت زن و مرد نیست، جنسیتی نیستش، تفکریه. خب یعنی شما معتقده اگر یک در واقع کمپین مدنی بخوایم تشکیل بدیم، لزومی نداره فقط زنان باشن؟ نه، بر اساس اندیشه است. حالا اگر بخوام یه خورده به هر حال ببینید، تو یک جامعه، ما نمیخوام بگم جامعه مرد سالاره، این خیلی در واقع جمله خیلی شهامت میخواد به این سفت و سختی بگه یک جامعه مرد سال، اما به هر حال جامعه ما حقوق خانم ها کمی کمرنگ تر دریافت میشه. این خانم هایی که دارن فعالیت اجتماعی میکنن، آیا اگه دور هم دیگه جمع بشن و یه خورده یک دست بشن با هم، آیا موفق نمیشن حقوقشون رو مطالبه کنن؟ شک نکنین، این تمرین دموکراسیه. خب تمرین خرد جمعیه. خب ما تو بستر تاریخون نگاه میکنیم نداریم هیچ وقت، مشکل ماست واقعا. خب چرا؟ نبوده خرج تمرین میخواد، خیلی تمرین میخواد توی شرایطی که ایش مدام بهت انگ نزنن. ده تا خانم اگه جمع میشن دوره هم یه انگ بخوره که حالا باید بری پاسخ بدی. میدونین، من فکر میکنم مشکل از خود خانم ها نیست. من فکر میکنم خانم های ایران با کمتری هزینه خیلی آگاهانه میدونن دارن چی کار میکنن. تو هر سنی زن ایرانی از خونه بیرون اومده، مهم نیست چه قوانینی براش نوشته شده، مهم اینه که قدرت مطالبه خودشو پیدا میکنه. ما میبینیم که تعداد آقایانی که به خاطر مرگ زندانه، حالا الان که کمتر شده، یعنی اینکه اگر این حق و مهریهشون مهریه، آره، وقتی میبینن این حقشون قانون یک جور دیگه نوشته شده، یه راهکار دیگه پیدا میکنن که نجات پیدا کنن.
قربانی هم میدن مطمئنن، خب تو تحقیقاتمون هم بوده، ولی زن ایرانی از خونه بیرون اومده میدونه چه میکنه و چه رفتاری باید بکنه و حرکتشو به سمت بله مسیرش انتخاب میکنه و رو به جلو حرکت میکنه. حالا اگر این در شکلهای جمعی با خیرهای جمعی اتفاق بیفته به نفع جامعه است و یاری و کمک برای دوستان خانومی که یه مشکلاتی دارن فراتر از توان خودشون و این میتونه آسیب‌های اجتماعی ما رو کم کنه، مطمئنا میتونه تعداد فحشا کم کنه، مطمئنا میتونه تعداد خانم اعتیاد کم کنه، مطمئنا میتونه یه اتفاق دیگه رقم بزنه. و این اجازه رو بدم مطمئنا هر جا خانم ها جمع شدن، ما زنان کارآفرین رو میبینیم، زنان بخش خانم های زیست محیطی و و و میبینیم بسیار حضور فعال، پیگیر، روشن دارن و موفقن. میخوام بگم که یک سری خانوم ها در جامعه ما وجود دارن که میان بهشون میگن اینا ساختار شکنن. وقتی یک زنی میشه ساختار شکن، اتفاقا نگاه جامعه بهش نگاه خوبی نیست، چون این اولین نفری است که حاضر میشه مثلا یه کاری رو انجام بده که بقیه انجام ندادن. ولی یک چنین زنهایی در جامعهمون داریم و این ساختار شکنی باعث میشه که یه چیزی که به نظر مردم خیلی قبیح و خیلی عجیب بوده، حالا تبدیل به یک چیز عادی بشه و یک روند عادی رو طی بکنه. و به نظر من اینها سوژه های خیلی مناسبی برای فیلم ها، در واقع اینکه ما اصلا فیلم میسازیم، یعنی کسی که رسانه کار میکنه به نظرم که از اهالی رسانه یا رسانه چی هایی که از وظایفشون اینه که این ساختارها رو بشکنن و مردم بگن خیلی چیز عجیب غریبی قرار نیست اتفاق بیفته. تو حوزه زنان به ویژه هم مهریه که شما دارید میگید، واقعا مثلا تا شاید 10 سال پیش 15 سال پیش اینکه یه خانم طلب مهریه بکنه نگاه ما خوب نبود بهش، نه گفتیم که کی بشه حالا مثلا پسر بدبخت حالا یه چیزی موقع عاشق بوده گفته فلان، ولی الان نگاهمون اینه که این حق خانومه، مگر میشه بعد مثلا همه حق مال مردا باشه، این یه دونه حق زناست، بعد مثلا اینم ببخشه فقط به خاطری که آقای دست سرش برداره. یعنی یک ساختار شکنی های اتفاق میفته و یک خانم های در جامعه ما وجود دارن که نفر اول میشن، سیبل میشن و کلی هم هزینه میدن. هزینه میدن. آره. از این خانم ها دور براتون میشناسی؟ ببینید اگر این خانم های ما به آگاهی حداقل برسن، یک دفعه حالا قوانین ما مشکل دارن در رابطه با به نسبت حضور زنان در جامعه و قوانینی که برشون نوشته شده. ولی اگر آگاه باشن که خوشبختانه آدم مدام داره میگه تو شهرستانا خیلی تاثیر خوبی داشته که میان حق طلاق میگیرن، یک مواد ماده های اضافه میکنن به اون دفترچه که اون حق طبیعیشونه، این که مثل تموم دنیا هر چیزی داریم نصف میکنیم، حق طلاق، حضانت، به این آگاهی برسه قبل از اینکه عاشق باشه و پرپر بزنه برای این مواد و این ماده ها رو بگیره، من فکر میکنم خیلی مشکلات حل میشه. خب ما در گذریم، ما از روی یک پل لغزان داریم رد میشیم همه خانوم ها، این بعض وقتا میلرزه، بعض وقتا باد شدید میشه که دوتا پرتاب میشه پایین، یه سری هم به مقصد میرسن. برای این گذره رو ما باید درست طی کنیم که برسیم به اون جامعه‌ای که فکر میکنم کمتری هزینه رو بخوایم بدیم و ایدئال برای در تعریف جایگاه زنانمون به نسبت حضور اجتماعیشون. یه چیزی ببخشید وسط حرفاتو، شاید سوال خال زنکی باشه بازم. مرحوم سلحشور یک جمله رو در باره خانم ها گفته بودن، شما توی سینما بودید، فکر کنم منشی صحنه بودید، تا کارگردان بودید، فیلمساز بودید، نمیدونم نویسنده شاید بودید، تهیه کننده بودید، یعنی در همه جاهای سینما شرکت داشتید و حضور داشتید. واقعا از زنهای ما در سینما سوء استفاده میشه؟ نه خطان. من فکر کنم آقای سلحشور خدا رحمتشون کنه برگرده خانواده خودش نگاهی بندازه و شرایط خودش رو بهتر ببینه قبل از اینکه بخواد به زنان سینماگر بخواد توهین کنه. و حالا من های آقای سلحشور بذاریم کنار، کلا به عنوان کسی که تو دل سینمایی، ببینین مشکل ما ساختاریه. من خیلی متاسفم با صدای بلند اعلام میکنم،
هر مدیر فرهنگی اومد، پسر خاله و پسر عمه و دختر خاله هاش هم آورد کرد تهیه کننده سینما. خب از یک جایگاه اومده بود که نمیدونست فرهنگ چیه، نمیدونست سینما چیه، و میدید که ما خانواده بودیم، سینما یک خانواده بود، همه رو هم تعصب داشتیم، آدم های غیری رو وارد این حرفه کردن و بزرگترین سمت رو با پول های عجیب غریب بهشون دادم. ببخشین، فکر کردم اومدن توی فضای آزاد، خب حالا این پوزیشن تهیه کننده و کارگردانم بهشون توی بله با تعظیم بهشون میدن، خب میتونن یه نگاه دیگه ای هم به نامحرم به دختره و زنان ما داشته باشن، یا حتی اجازه رو به خودشون بدن که تجدید فراش کنن و ارتباط های عجب غریب. یعنی اگر بودم بازم از اوسم بود؟ ببین متاسفانه کسانی این گونه نگاه میکنن و این لفظها رو به کار میبرن که خودشون مشکل دارن، چون جوری وارد این سینما شدن، وارد این حرف شدن که مال اینا نبوده، غصب کردن و علاوز اخلاقی هم دارن بیرام میکنن. اینو من با صدای بسیار بالا میگم و هزاران فکت دارم. من تو سینما من دو تا دختر دارم، درست، مثل ماه دارن کار میکنن، همه بچه های ما مثل ماه کار، همه بچه های ما سالمن. اونایی که نگاه بد دارن اشکال از خودشونه، اول ببینن کی آورده گوشه تو اون جایگاه که بعد میان حکم برای ما صادر میکنن و برگردن به خانواده‌هاشون یه نگاهی بکنن. خب بس با این جمله شما این بخش رو تمام بکنیم که زنان ما در سینمای ما پاک دارن کار میکنن و این جمله که بخوایم بگیم از زنها سوء استفاده میشه در سینما یک جمله کاملا فیکه و یک انگ اخلاقیه. اگر استفاده میشه، یک کسانی اومدن تو این جایگاه و یک کسانی به واسطه خودشون وارد این سینما کردن که بتونن این روابط رو ایجاد کنن. اون کسی که ریشهاش در سینماست به این چیزا فکر نمیکنه. اوکی. بسیار خوب، یه تنفس رسانه‌ای کوتاه داشته باشیم، برگردیم باز با خانم حکمت هستیم. آبم میخوریم. آبم میخوریم. خب همچنان سگا خانم منیژه حکمت با ما هستن و میخوایم گفتگومون رو ادامه بدیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، من تشکر میکنم از حامی مالی برنامه، شرکت محترم مای بیبی، به خاطر حمایت هایی که از برنامه ما داشتن. مرسی خانم حکمت. یه سوالی، شما خیلی کاراکتر بیرونی فعال، ببخشید کلمه خوبی نیست، مثلا یه وقتای خشن حتی به نظر میرسید دارید. عصبی؟ عصبی نه، خشن. الان من با تو رفتم عصبی شستم، هیچ عصبی نبودی. خشن به معنی این که مردونه، یعنی یه جورایی مثلا سخت شاید، اما یک لطافتی در درونتون وجود داره و این لطافت رو شاید مادریه بهتون هدیه داده. شما مادرید، در واقع مادر دوتا فرزندید، بین این دوتا کدومشه واقعا؟ شما اون خانم حکمت بیرونید که آدم بعضی وقتا میترسه با تون حرف بزنه، یا اون خانم حکمت مهربونید که مثلا هر جور شده میخواد از دخترش، از پگاهش حمایت کنه؟ من یک مادرم و با تموم تعریفی که مادر میتونه داشته باشه، خوب. من عاشق اینم که آشپزی کنم و بچه هم بیان غذا بخورم و خونه اون فضای گرم و صمیمی رو ایجاد کنم. میز مادرها، میز غذای مادرها همیشه پرباره. ترشی دستپخت مادرها رو هر میزی حس خوشگلی میده. میدونی وابستگی بچه ها رو به خونه زیاد میکنه. حتما. و این حلقه درست تشکیل میشه. من اگر مادرانگی نباشه، اون حلق مفقوده که اینا رو متصل کنه، اون نخ تسبیح نیست. درست. به همین خاطر من عاشق اون مادرانگی هم. پس اول مادرید؟ اول مادرم. خیلی نکته مهمی. بعد اینو بس کنم به این، شما از در یک برهه از زمان خیلی از پگاه حمایت کردید و به شکلهای مختلفی، حالا شاید خب خیلی همه مادرها اگر اتفاقی بر بچهشون بیفته ازش حمایت میکنن، اما حمایت شما یک حمایت خیلی چند جانبه بود و حالا کارهای متعددی که انجام دادید. فکر میکنید که چه اتفاقی افتاد این وسط؟ به خصوص حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی واقعا فکر میکنید آقای دهنمکی نقشی داشت در گرفتن؟ اجازه بده من وارد این بحث نشم. ما برم رو بحث اولت، صحبت اولتون. ببینیم، ما بچه همونو باری به هر جهت بزرگ نکردیم، بار پولا و رانت های دولتی بزرگ نکردیم که امکانات ویژه برزیم زیر دست پاشون، حالا خروجیش چی باشه. کم خالی زنکی میشه وارد این بحث بشم. ما سالهای من
من از 59 تجربه دارم. از سال 59 می دیدیم یک مدیری میاد تمام فامیلاشو میاره تو پستای مختلف میذاره، خب نوع حجابشون، نوع رفتارشون، نگاه از بالاشون. ما همیشه شهروند درجه دو بودیم تو بخش سینما. اینا حالا میان یه زمانی روشن فکر میشن، اصلاح طلب میشن، باز میبینیم میدون رو تو دست دارن، باز امکانات همیشه هم همشون هم جمع کنیم به اندازه این 10 تا انگشتن واقعا، و همیشه هستن. فرق نمیکنه آقای احمدی نژاد بیاد، آقای جنتی بیاد، اینا هستن همیشه و امکانات مال ایناست. حالا فقط چنج میکنن، از ارشاد میرن حوزه، از حوزه میرن شهرداری، از شهرداری میرن خب دوباره ارشاد. ارشاد و حوزه پشت شما نبود صرف؟ نه هیچ وقت نبوده. من هیچ وقت احساس امنیت نکردم. جدی؟ هیچ وقت. من یک چیزی بهتون بگم که هیچ کجا نگفتم، شاید هم نگم، نپشیمون شدم. نه بگیم. ولی بگیم خواهش میکنم. ببینید من توی دوران بیماریم و مشکلاتی بود، چندین ماه کار نکرده بودم، یه تقاضای یه وام کوچولو کردم از ارشاد، در که من میدونم چه پولایی داره کجا خرج میشه. خیلی بده که فکر کنن ما احمقیم. ما حیا داریم، ما کلیت و عزت نفس داریم. آره، و کلیت ماجرا رو به جزئیات ترجیح میدیم و دوست داریم سینمامون همیشه افتخار آفرین باشه. اگر برون نمیاریم فکر نکنن ما احمقیم و نمیدونیم بجا کجا هزینه میشه. از اینکه ما مدام میگیم حداقل این 10 سال بنیاد فارابی، رسانه‌های تصویری دیگه حق طبیعی، آقای رئیس جمهور، آقای روحانی هم گفتن اعلام کنین به چه اشخاصی پول داد، چه پولایی دادین. هیچ وقت این بیرون نیومده، هیچ وقت. چرا؟ برای اینکه اون حلقه دوستان همیشه باید باشه دیگه، اون حلقه همیشه هست. درد داره، ببین که به عمقش نگاه کنید درد داره، ولی دیگه گذشته ازمون. ما نشستیم نظاره میکنیم، با عادت کردیم. خیلی بده که عادت کنیم، ولی عادت کردیم. این شرایط کاری و زندگی ماست. بعض وقتا رخوت ایجاد میکنه، بعض وقتا آدم ترجیح میده که بره تو غار خودش، یعنی از این فساد و این ریا، این دورویی بالا میخوای بیاری. این که یه مدتی دلتون نمیخواد فیلم بسازین از رخوته نمیاد؟ نه نه، از این رخوته نمیاد. ببین عادت کردیم، 35 سال مدیرها این کار با ما کردن، چیز عادیه برای ما. ما تلاش همون میکنیم، خب سخته برای ما فیلم سازی. بودجه تأمین کردن، نمیدونم پروانه گرفتن، اون شورای پروانه ساخت که شورای پروانه نمایش که هر کی درونش سانسورچیه، هر کس بر اساس سلیقه خودش، هر کی درونش سانسورچیه، هر کی درون اون شورا سانسورچیه، هر کی درون شورای پروانه نمایش سانسورچیه، و بر اساس خوش خدمتی مدیران عمل میکنه که بتونه امکانات ویژه یه جای دیگه بگیره. نه ما میدونیم بد. ببین کجا بده، کجا درد داره. اونجایی که این مدیرها فرهنگی فکر میکنن ما نمیدونیم. خودشون کپ کن سرشون کردن تو برف. بگذاریم از اینم، بگذاریم و بذاریم با وجدانهای خودشون. و فقط یک نکته این که فکر نکنم ما احمق. فکر کنم مردم هم میفهمن. مردم هم میفهمن، همه میفهمن. این مدیران و حلقه دوستان و یارقاراشونه که نمیفهمن. هیچ وقت فکر کردین درباره خشونت علیه زنان فیلم بسازین؟ یه تحقیق میکنم تو دادگاه اطراف شهر، حاشیه شهر. خانمی اومده بود در مرحله عقد درخواست طلاق داده بود. خانمشون 17-18 ساله بود با من. از حاشیه شهر. تهران. حاشیه شهر. و گلتش من جویشم گفت این به من گفتش که تهدید به کتک زدن کرد. وقتی تهدید کرد. وقتی الان تهدید بکنه من زنش بشم مطمئنم میزنه. من میخوام طلاق بگیرم. یعنی آگاهی. یعنی شناخت. ولی خب برها اگر ما 80 میلیون جمعیت 40 میلیون زن داریم، ایران تهران نیست، ایلام هم ایرانه، کردستان هم ایرانه، بافتای قومی، سنتی، عشیره‌ای داریم، به اینا توی روندی با دانش و آگاهی و تحصیل میتونه اتفاقای دیگه رقم بزنه که من فکر میکنم الان در این 30 سال 30 سال نسبت به گذشته زمانش به مراتب کم داره. تحقیق میدانی، من علمی دارم اینو نمیگم، تحقیق میدانی. به هر حال
خیلی خیلی فرق کرده. یعنی آگاهی دختران ما نسبت به حقوقشون و رفتارشون بر اساس دانششون میتونن پیشگیری کنن و تکلیف خودشون روشن کنن، ولی فکر میکنم نسبت به قبل از انقلاب خیلی خیلی بهتر شده و این حقوق رو تقریبا به شناخت رسیدن و دفاع میکنن از خودشون و اجازه نمیدن. شاید ندونن کلام من میتونه خشونت باشه، ولی حداقل ضرب و شتم و اجازه نمیدن. الان فکر کنم آمار ضرب و شتم پایین اومده نسبت به زمانش، خیلی پایین اومده. اما فکر نمی کنم الان دیگه توی یک رده سنی خانم ها دنبال این باشن که بخوان تحمل کنن همچین چیزایی. نه تحمل نمی کنم. دلیلی نداره مثلا تو خشونت از هر جنسیشو ببینی و بعد بشینی تحمل کنی، و کسی که خشونت رو انجام میده به نظر من خیلی عذرخواهی میکنم، باید مشکل روانی داشته باشه. چرا باید با یک بیمار یک روانی تحمل آخر... کنی زندگی کنی؟ ببخشید، فرهنگ زن این بود که اینم جزوی از زندگی ماست. اگر ما هفتگی کتک نخوریم نمیشه. خب منم از شهرستان میام، از یک بافت خانوادگی بزرگم میام. شما اهل این... عراق؟ من عراق نیستم، من اهل فراهانم. فراهان تفرش آشتیانی. بله منطقه اونجا، من اهل عراق نیستم و من فراهانیم. ریشام حالا یک دو جا دیگه هم میخوره ولی اصلش فراهانه. جزء زندگیشون بوده، قاعده زندگیشون کتک بود، فحاشی بود، عدم اعتراض، اجازه اعتراض وجود نداشت. یعنی اینو تو مغز زن فرو کرده فرو کرده بودم که... بله، وقتی میومد با به هر حال لباس سفید و کمن، اینا هم بخشی از زندگی تو هست، بخصوص اگر از یه خانواده فئودالی تو بیای، اینو به عینه میبینی. این مرد سالاری اون موقع تجربه خوبی نبود و من میدیدم، مدام مشاهده میکردم، ولی الان خوشبختانه دختر همون خانواده تن به این مسائل نمیدن، اصلا کوتاه نمیان، شوخی ندارن پای اصولشون. حالا این اصول چقدر از آگاهی میاد، از شناخت میاد، از تجربه بای میسن و با فکر عمل میکنن. خب اینو من زیاد چون ارتباط دارم با اون نو فامیلی یا اون دوستا، میرم میام میبینم که برای جایی ایستادن، شوخی هم ندارن و این روندش به نظر من اصلا کنیست، در یک روند بسیار درست تو بستر درستش داره حرکت میکنه این رونده و من فکر میکنم به مرور زمانش بله 30-40 سال دیگه اتفاقای دیگه ای داره میفته دیگه، بچه های ما دیگه این مشکلات رو نخواهند داشت. بله. میدونی چی اتفاقا من میخواستم اینو بگم، نمیگم حکومت یا سیستم یا هر چیزی، نمیدونم مثلا کجا، اما روزی که ما عزت نفس و اعتماد به نفس رو از زنامون بگیریم، زنها به لحاظ مالی محتاج مردها بشن، اون روزیه که ما دست و بالمون بسته سیه. یعنی ما دیگه چیزی برای دفاع کردن نداریم. در ادامهش یقه سیستم گرفته میشه. یعنی ما چرا تو لحظه تو کوتاه مدت حالمون بد بشه و ببینیم این گونه زنان رو داریم، ولی وقتی زیاد بشه، دختر فراری سن میرسه به 9 سال. اصلا آماری بود که تو جایی داری اعلام کردن طبق آماره؟ آره، یک تو اخبار من شنیدم دختر فراری دختر 9 سال. زنان خیابونی ما اینا بعد میان یقه سیستم رو میگیرن، حضور دارن، آشغالات دیگه نمیشه همچین گزارش زیر برشه، یعنی اینا وجود دارن. اینا از اون رفتارهایی که عدم اطلاع رسانی، عدم آگاهی زنان میاد. اگه زن آگاه باشه اعلام هیچ نمی کنیم، کار درست میکنیم؟ یعنی که میخوایم بگیم اوضاع خوبه؟ میخوایم بگیم اوضاع خوبه ولی اوضاع خوب نیست. خب این که میگیم اوضاع خوبه باعث آرامش جامعه نمیشه؟ نمیشه، نه شده مگه؟ خب بعضی معتقدن اگر نگیم جامعه بعضش مثلا حالش خوب خب بتره. اما اشکال نداره جامعه حالش بهتره، 10 سال به 10 سال سیر نزولی و سعودی رو ببینیم در طور ناهنجاری اجتماعی. این واقعیت، نمیتونیم تا ابد این کار کنیم. ایدز وقتی میاد هستش تو جامعه، نظام پزشکی درگیر میشه، مجبور میشه بیلبوردار بزنه حالا چی کار کنیم، دارو از کجا بیاریم، تحریم میاد یقه خود سیستم رو میگیره. یعنی ما به جای پیشگیری اجازه میدیم اتفاق بیفته بعد به بدترین حالتش پیش بیاد، اون وقت کاسه چه کنم دستمونه که چه بکنیم، چیکار باید بکنیم. ببین باید واقع ببین باشیم، جامعه همونو ببینیم، بشناسیم بر اساس اون، از هنرمندا، از جامعه شناسا، از مردم شناسا، از روان شناسا،
کمک بگیریم، بحث رو بیاییم تو جامعه باز کنیم، راهکار براش پیدا کنیم. یه سوال دیگه، نظر تو بزرگترین مشکل زنان جامعه ما چیه؟ قوانین که براشون نوشتن و خودشون هیچ دخل و تصرفی درش نداشتن. نداشتن. میشه یکیشو بستاق بیاری؟ تمام قوانینی که در رابطه با زنان ما نوشته شده نسبت به حضور زنان ما، من مدام اینو دارم تکرار میکنم، ربطی نداره. قبل از اینکه مهریه رو در حد خرید و فروش دخترتون بحث عزت نیست، اون حق طلاقه که بحث عزت دخترتونه. اون حضانتی که بچه مال مادره. الان خیلی موز شده، خیلی به جای مهریه بله. حق طلاق و حق حضانت فرزند میگیرن به جهت اینکه یک پشوانه‌ای داشته باشن دیگه، چون یه روزی روزگاری عشق و عاشقی تموم میشه، توی گرفتار پیشیم ببینید چیکار باید بکنید. مشکلات اقتصادی و بعد آزار دادن زن خیلی کار آسونیه، طرف خیلی ریلکس میگه طلاق نمیدم بله. فرد دیگه آزادی زن اجازه داره که ازدواج های دیگه خارج از کشور تو دیگه نمیتونی بله. ممنوع خروج میشی به هزار تا درد دیگه بکنی. این آقای دخترای ما، مادران ما به دخترانشون یاد بدن و مدیریت کنن ازدواج بچه هاشون، من فکر میکنم خیلی از موزلا کمتر کم میشه و این هم به نفع سیستمه، چون به هر حال سیستم هم درگیرش میشه، به نفع خود فرزندانشونه و به نفع زنان ایران. اگر که کل این گفتگو من خواهش بخوام بکنم که این یه تیکش رو مخاطبان رو متوجه بکنن، واقعا ازشون ممنون میشم. این یه تیکه خیلی مهمه. اگر ما یک مخاطبی توی رنج سنی 20 تا 30 سال داریم که حالا دارن به ازدواج کردن فکر میکنن، من فکر کنم صحبت های شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که اگر میخواین ازدواج کنید لطفاً به این حقوق دقت بکنید، مطالعه بکنید و رهاش نکنید. این شاید کمترین کاری که یه رسانه میتونه بکنه برای مخاطبانش. بریم یک تنفس رسانه‌ای بکنیم، یه لیوان آب سکه خانم بخورن، اگه داشتیم آب میوه، اگه داشتیم چایی، بعد برگردیم و من یکی دوتا سوال دیگه هم ازشون بپرسم دیگه اذیتشون نکنم. خب آبان برنامه‌ای برای زنان ایران، البته امیدوارم از شکل شعار بتونیم درش بیاریم و بتونیم یه سری اطلاعات بدیم به همه خانم هایی که برنامه ما رو نگاه میکنن. البته بازم تاکید میکنم که مخاطبان ما فقط خانم ها نیستن، تقاضا میکنم هم خانم ها هم آقایون برنامه ما رو نگاه بکنن. برنامه درباره خانم ها هست، اما واقعا اگر آقایون این برنامه رو نگاه بکنن شاید بتونه به جامعهمون خیلی کمک بکنه به اینکه در خیلی زمینه ها اطلاعاتمون بیشتر بشه. موافقی خانم حکمت؟ خانم حکمت، راجع به فعالیت سیاسی تون اول صحبت هم صحبت کردیم، نمیدونم این واژه درستی یا نه، شما به نوعی سردمدار یک تفکر سیاسی محسوب میشید، یعنی یک فعالیت جدی در یک دوری از زمان، شاید در چند دوری از زمان کردید. این فعالیت سیاسی تون تو کشور دیگه دنیا هم خب خیلی رایجه، این بهتون کمک کرد؟ یعنی ببخشید یک رانتی چیزی بهتون رسید؟ نه، به ما هیچ وقت هیچ رانتی نمیرسه و قائلم به این رانتا نیستیم. حالا هیچ کمکی؟ حداقل شاه هیچ کمکی؟ هیچ حمایتی؟ هیچ وقت و قائلم بهش نیستیم. خب مثلا الان ببخشید میپرسم، بازم اگه دوست داشتی جواب ندید، مثلا پگاه شما یکی از استعدادهای سینمای ماست و خب شاید اگر که وارد فعالیت سیاسی نمیشد خیلی کارهای زیادی توی حوزه سینما به خصوص میتونستن. هنوز هم ممنوع تصویر پگاه در تلویزیون؟ در تلویزیون بله. خب آیا ارزشش رو داشت؟ آره، برای هزینه داره. ببین، برای درست شدن، برای اصوبات، برای امنیت باید هزینه بدی. چرا پگاه هزینه بده؟ چرا بقیه نمیدن؟ خودم شانس ماست. پگاه برای اول یک فیلمساز کاری نکرده، یعنی یک جوونیه که خب یه سری مستندسازا که آگاهه. خب ما پارتی نداریم، ما کسی رو نداریم، میدونی؟ یعنی خانم حکمت نمیتونه پارتی پگاه بشه؟ نه، نمیتونه بشه هیچ وقت. به هر حال من فقط خوشحالم که دختری بزرگ کردم که میدونه داره چی کار میکنه. آگاه، بالغه، بالغ لحاظ فکری، بلوغ فکری داره. خب این خیلی متحد، مسئول و باعث افتخار منه.
سعی کنم سر مراقبت قضیه کنم. همین مستندسازهایی که گرفتنشون و مستندی که بله از آقای دهنمکی ساخته بود رو دچار بله مشکل ما شد، آخرش درسته؟ نفهمیدیم چرا، ولی خب فکر میکردیم اینم یکیشه، فکر من میکردیم شنیدم که برحال مستندی از آقای دهنمکی ساخته بود، خب ما همینو گرفتار شد. شنیدیم که این بوده و چیزای دیگه و یه سوال حقش وسط این نبود. بگو صحبتتون، واقعا ببخشید. حقش نبود، هر کشور دیگه ای یک دختر باهوش فعال مسئول در قبال اینقدر در قبال کشورش باشه، به نظر من لوح تقدیر بهش میدم به جای اینکه زندان کنم. حالا از این گذشته از این استفاده بکنم، راجع به گلشیفته حرف بزنیم. گلشیفته هم در یک شرط سختی کشور رو ترک کرد. خب اذیت میکنم بچه ها رو، میدونین کاش دوستانی که میشینن مسائل امنیتی رو رصد میکنن روحیه این بچه ها رو بشناسن، یعنی اصلا بشناسن تو چه حساسه. خانواده اینو بزرگ شدن. ما باری به هر جهت بچه همونو بزرگ نکردیم. گل چرا؟ فرانی فامیل ماست، خب دختر فرانی هم آره دیگه. دیگه، خب و خب از هنرستان موسیقی از وقتی بچه بود ده میشتاسید. عراقی ما هم میدیدمشون، خانوادهشون میومد به خاطر وابستگی که بود. اینا همه دوستان این افتخار آفرینی رو برای کشورمون داشته باشن، حالا و برای حیف شد. کشورهای دیگه شما دارن. گل فرهانی رو یه حیف شده میدونی؟ خب گلی گلی راشو برای گلی بچه باهوش میدونه داره چی کار میکنه، حیف که ما نداریمش، از این نظر حیف شد. یعنی که سینمای ما جای گلی به اندازه یک اقیانوس تو سینمامون خالیه. خوخ گلی فرهانی یه وقتی با فیلم میم مثل مادر یک تصور فوق‌العاده از خودش در همه ذهنها فیلماش بنام، گذاشت. مگه بوتیکش، مگه بوتیک که بقیه یک فیلم، شاهکار همه از آقای فیلماش نعمت الله بود. دختر هنرمند دلنشین باهوش تو آگاه سنتوری بی‌نظیر و بود. تو همه کاری موزیسین ما از دستش دادیم، ما بچه همون رو از دست میدیم، ما مسئولیم، ما باید محاکم بشیم. یا مثلا اینکه مثل خانم سوسن تسلیمی رو اگر داشتیم شاید میتونست خیلی یه نقشایی همون بود. مدیران اون دوران بودن که گنجش که ماده هم میگفتن از بالای ارشاد و حوزه نباید رد بشه، یعنی حتی شما پشه معتقدید ماده، که و همه رو در به در کردن و الان هم همشون خودشون شدن روشن فکر، بچه ها شدن روشن فکر و یه در به در آوار شدن و ما یک انسانهایی رو از دست دادیم که همش باید بگیم حیف. یک عده تو یک جایگاه های نشستن و به خودشون حق موندن ما رو تحقیر کنن. خب تا یک جایی این تحقیرها رو ما میپذیریم، چه میذاریم میریم. اینا همه سرمایه های ما، سرمایه های کشورمون هست، بعد میرن با دلخوری میرن و و بازم ما کم از کسی دست که میدیم. میتونه تحمل کنه بمونه، چون حالا شاید نگرشی نداره این نیز بگذرد. میدونی ما مسئولیم. یعنی ما از دست میدیم. بله بله ما از دست. نکته ای. شما از آقای روحانی به طور خاص خیلی حمایت کردید موقعی که بله داشتن در واقع کمپین ریاست جمهوری بله ایشون بود. آیا در دوران آقای روحانی احساس میکنید که برای زنها اتفاق خوبی افتاد؟ نخی چرا؟ من برای خانم ملاوردی خیلی احترام قائلم، ایشون قرار مهمون ما باشن؟ یعنی خیلی میخوام خیلی هم بگم که دوستشون دارم، ولی مشکل مدیریتی هستش. ما برحال آقای روحانی یک دولت، یک کسای عقبش میشن، ما از سرمایه اجتماعی مون خرج میکنیم، وقتی از سرمایه اجتماعی مون خرج میکنیم مردم دوستمون دارن، میتونیم تأثیر گذار باشیم، هیچ چیز اضافه هم نمیخوایم، چون اصلا عادت کردیم نه رانت خوریم نه ویژه خوریم، حداقل جواب سلاممونو بدن. میدونین این دردناکه. یعنی در دوران آقای روحانی شما جز بدتر که دوران نزدیکان کاری مرد من شدی؟ دوران آقای روحانی بود. چرا؟ من تو دوره قبل که خیلی مشکلات داشتم به مراتب شرایطم بهتر بوده، اینو بلند اعلام میکنم، قبلا هم گفتم. چرا چرا رو باید اون بر جستجو کرد. به هر حال ما همیشه شاید دولت خودمون آقای روحانی مسئول میدونستیم، حتی گوشزد کردیم به کسانی که دست اون میرسید، الان که دست اون به جایی نمیرسه، ولی گوشزد هم کردیم که مردم رو نذارین ناامید بشه. خب شاید تو فشار بودن.
چون به من اصلا قائل به این نیستم، اصلا قائل به این نیستم که هیچ کاری نکنه همش بگیم فشار روی ماست. چه فشاری روشونه بابا؟ خیلی فشار روشونه. خب بگین به من فشارا رو بگین. ببینید دولت‌های قبلی همه دولت‌های مشکل رو داشتن. نه آخ خانم، قائل نیستم. حالا دوره دولت آقای احمدی نژاد یکم متفاوت تر بوده، همش این مشکلات رو داشتن. احترام به آدم ها. ببین عزیزم، این که هر مدیری یه حلق، اصلا قائل به این نیستم، هر مدیری یه حلقه از فامیلاشون رو چیدن دور خودشون، بده بسون با همون دوستانشون و حلقاشونه. بقیه مردم چه ارتباطی دارن با این دولت؟ راوتومیاشون کیان؟ راوتومیاشون حلقه متصل دولت با مردمن. چه تأثیری داشتن؟ کدوم مشارکت رو از مردم خواستن؟ ما کنسرت مسئله مونه، سینما مسئله مونه، فیلم توقیفی مسئله مونه، یه چیزی فراتر از این، بزرگتر از این مسئله مون. ما اساسی ترین مشکلات در دولت آقای روحانی مسئله معیشتی مردم بوده و شرایط جامعه رو، شرایط دنیا رو معیشتی. تو این مسئله معیشتی که منم به عنوان یک شهروند جز بشم، خب چقدر این برای من برداشته شده؟ خب آخه شرایط دنیا رو هم در نظر بگیری. من میدونم، ببین من آدم آگاهیم، عامه نیستم. میدونم از دل یه شرایط اقتصادی بسیار بد اومدیم، از دل یه شرایط دولت نادون اومد، همه اینا رو میدونم. حداقل کاری که یک دولتی که میدونه شرایط اقتصادش اینه و مردم حالشون بده، اینه که توی این بافت حکومتیش فقط فامیلشو نیاره بچینه. ببین دل مردم چقدر پره، چرا اینقدر حال مردم بده؟ چرا آقای روحانی رب داره؟ به کی رب داره؟ این اصلا مسئله 3-4 ساله نیست، این یک پروسه است. یک پروسه است، اوکی، یک پروسه است. یک رئیس جمهوری اومده قبل از انتخاباتش یک شعارهایی داده، یک حرفایی زده، باید پای اونا وایسه. فهم کنیم میتونه وایسه؟ ایه دولتشه، هیئت دولتشه. اگر نتونه هیئت دولتش و مدیران زیر مجموعش رو کنترل کنه، شما فشارهایی که روی دولت روحانی رو اصلا قابل چیز... ما ببین، ما علاوه بر سغلجشی توی منطقه خاورمیانه هستیم که مشکلات خودمون رو داریم، مال الان نیست. تحریما رو داریم، مال الان نیست. مشکلات اجتماعی داریم، مال الان نیست. مشکلات سیاسی داریم، مال الان نیست. تمام اینا رو داریم، خب داشتیم و داریم. رابطه دولت با ملت، نه اینکه من طرفدارش بودم یا نبودم، یک رابطه تعریف شده دیگری. خب شما آقای روحانی میشناختی، چجوری ازش حمایت کردی؟ من نمیشناختم آقای روحانی از کجا میشناختم؟ مرکز استرا چرا کسی نمیشناختین انقدر حمایت کردی؟ اومد یه سری شعارات دادم و فکر کردیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم و بریم حمایت کنیم. یعنی بین بد و بدتر انتخاب بین چیه پس؟ ببین ما بچه نیستیم. ببین من 53 سال زندگی کردم، ولی 53 سال عمر کردم، ولی 1000 سال زندگی کردم. من از قبل از انقلاب دیدم، من تو انقلاب بودم، من تو جنگ بودم، من اصلاحات رو دیدم، ما همه اینا رو دیدیم. ما گول نمیخوریم. شاید بچه های جوان احساساتی بشن گول بخوره، ما گول دیگه نمیخوریم. همون بخشی که مدیران فرهنگی فکر کپکان سرشون کردن زیر برفه، ملتی که این همه تو فقر دارن زندگی میکنن، دست و پا میزنن، پولهای میلیاردی داره جابجا میشه، اطلاعات درست هم به مردم داده نمیشه. این اطلاعات حق این پولا حق مردم ایرانه. قرار نیستش ابزار سیاسی بشه که بخوای دولت قبلی رو بزنی. من دیگه خسته شدم تو کشوری که همش یک دولتی که یک سر امیدوار 100% که نیست، 20% امیدوار بودی، مدام بیاد بگه که دولت قبلی. الان چه کردین؟ الان داریم مشکلات دولت قبلی رو سعی می‌کنیم. تعداد فیلمایی که این دوره ممنوع شد به مراتب دولت آقای شمق داره بیشتره. باید و نباید تا در شورای پروانه ساخت فیلمنامه خوندن به مراتب بیشتره. یعنی اگه آقای احمدی نژاد کاندید بشه شما دور بهش رأی بدید؟ من هیچ وقت رأی نمیدم، قبلا هم بهش رأی ندادم. من نمیام بگم آقای احمدی نژاد یک دولتی با یک ادعای فرهنگی اومده، با یک ادعای تجاری اومده. مثلا نفهمم که فلان سمت گونده رو در دفتر آقای روحانی داره، برادرشون هم تو اتاق بازرگانی، اون یکی برادرشون هم اینجاست، بچه و داماده و خواهرزاده، یه رصد کنیم. مگه ببین فساد اقتصادی ریشه داره، فشار ریشه هاش اینقدر روز به روز داره گسترده میشه
که دیگه فکر می‌کنن دست همه خارجه، چون خود کسانی که همه امکاناتو دارن این فسادو خب مدام دارن ریشه دارش میکنن. ریشه دارتر نه دیگه، ببین یه ریشه داره تو میتونه یه جای قطعش کنی یا اینو گسترش بدی یه ریشه دارترش کنی. الان این داری اتفاق میفته؟ بله. یه تنفس رسانی کنیم کوچولو، برگردیم. من دیگه خانم حکمت اذیت نمیکنم، فداتون بشم. مرسی. خب متشکرم که خسته نشدید و همچنان دارید آبان رو نگاه میکنید در این روزهای پایانی ماه آبان. و اینکه من یه تشکر بکنم دوباره از شرکت محترم مای بیبی که حامی مالی برنامه بودن. این دیگه بخش آخر برنامه مونه. من قول میدم که خانم حکمت رو زیاد اذیت نکنم، این قول دادم اگر که ایشون پاسخگوی سوالات من باشه. خانم حکمت عزیز، یه سوال صادقانه، اگه روز بتونه یک سمتی مثلا مثل وزارت ارشاد یا معاونت وزارت ارشاد تو حوزه سینمایی پیشنهاد بدن قبول میکنی؟ میتونید خیلی کار کنید. چرا نه؟ چرا نه؟ من آخه شما ببینید، من دارم میگم دولت روحانی، من اون برای میزم همیشه، من قرار نگاه کنم و منتقدم برای درست شدن، برای اصلاح شدن. من فیلم سازم، من وقتی فیلم سازم نمیتونم مدیر باشم. بهترین فیلمتون رو چه فیلم میدونین؟ سزن. سزن رو بیشتر از زندان زن دوست دارین؟ فیلمی هست که آرزو داشته باشین یه روزی بسازین؟ نه، من اگه آرزو داشته باشم فوری میسازم. فوری میسازم. و الان دوتا فیلم در دست ساخت دارید. بله. و سوال آخرم، اگه قرار باشه یک خانومی رو دعوت بکنیم به برنامه به جای شما روی صندلی بشینه، پیشنهاد شما کیه؟ من خانم بنی اعتماد، خانم محوه شیخ الاسلام مستندساز، به کسایی نیست خیلی دوست داشتم. فروغ فرخزاد اینجا بود. آخه یعنی دوست داشتین که یه روز فروغ و جلو ما بشنم و باش گفته بکنیم؟ آره کم نداریم ما، یعنی اصلا خیلی زیادن زنانی که با جای من بشنم و سوالای جواب بدن که به نفع حتی منم باید گوش بدم و کمک بگیرم و آگاه بشم. کم نداریم از زنان مختلف، واقعا کم نداریم. تو هر جایگاهی هستن زنانی که دوست داره آدم ساعت ها فقط حرفاشون رو بشنم. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم، خیلی خوب حرف زدین و خیلی صادقانه حرف زدین، از همه چی مهمتر. خیلی ازتون متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. بازم ممنونم، قربون شما. امیدوارم که شما بینندگان شما خیلی خوب بودین. از همه مهمتر اینه که خیلی صادقانه و خیلی از ته دل صحبت کردین و این اتفاق مبارکه. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، خیلی ممنون. خب خیلی متشکرم. من و خانم حکمت ازتون خدافظی می‌کنیم و امیدوارم که دوباره همدیگر رو مطمئنم که دوباره همدیگر رو می‌بینیم.